سلام بر بینندگان عزیز پیام آرامش مسیحیان ایرانی. خداوند رو شکر میکنیم به خاطر یک فرصت دیگه که برامون فراهم ساخته تا بتونیم کلامش رو از طریق این برنامه تلویزیونی به منازل شما عزیزان بیاریم. از شما عزیزانی که در کانادا تا دیر وقت نشستید این برنامه رو ببینید ممنون هستم. به همتون خوش آمد میگم. عزیزان افغانی، ایرانی یا از هر ملیت دیگه‌ای که هستید و به زبان فارسی دارید این برنامه رو گوش میدید یا میبینید، بهتون خوش آمد میگم. از هر دین و مذهبی که هستید، خداوندی که ما میپرستیم همه شما رو دوست داره و برای شما عزیزان بود که عیسی مسیح جون خودش رو داد، خونش رو روی صلیب ریخت تا هر کس که بهش ایمان بیاره نجات پیدا بکنه. خواهش میکنم با من باشید. امشب برنامه خوبی رو در پیش داریم و اگر فرصت شد که به تلفن جواب بدیم، عزیزانی که محبت میکنید، زحمت میکشید، خرج میکنید و روی خطوط تلفنی میایید، ازتون خواهش میکنم اگر سوال و جوابی دارید در مورد مسیحیت باشه. ما اینجا نیستیم که راجع به ادیان دیگه صحبت بکنیم یا قضاوت بکنیم. اگر سوالی در مورد ادیان دیگه دارید مستقیما تماس بگیرید و از خودشون بپرسید. بگذاریم که گهگاه بعضی از تعالیمی که عیسی مسیح داده مطابقت با اونچه که در کتب دیگه اومده نداره و عزیزانی که قبلا این تعالیم رو نشنیدن ممکنه براشون سوء تفاهم بشه یا به نظرشون نادرست بیاد و غیره، ناراحت بشن. در صورت ما از روی انجیل و بدون سانسور تعلیم میدیم و قصدمونم این نیست که کسی به ما به به بگه، احسن بگه یا اه اه و چقدر بد و غیره. قصد ما فقط اینه که انجیل بدون سانسور رو شما بشنوید و برای خودتون تصمیم بگیرید. بر جهت یک بار دیگه تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو امشب به ما میدید. همراه من امشب دوست عزیزی، مهمان عزیزی هستند که از راه دور اومدن اینجا و بهتون خوش آمد میگم. دوست عزیزم محمد معروف به مارک. ممنونم پیشی عزیز. خیلی خوش آمدید عزیزم. دوست عزیزمون از فاصله دور تشریف آوردید شما و خدا رو شکر میکنم که بالاخره بعد از این همه ماها پیش بود که ما ملاقات کردیم با هم دیگه. فیض خداوند بود. و خدا رو شکر میکنم به خاطر این فرصتی که پیش اومد. برای اینکه تعریف این دوست عزیزمون رو ما خیلی زیاد شنیده بودیم در مورد دعاهای شما، ایمان شما، محبتی که شما نسبت به خداوند دارید، نسبت به مردم دارید. چقدر به نام خداوند برد. ولی وقتی که من ایشون رو از نزدیک دیدم تازه فهمیدم که دوربریاشون راجع به ایشون چی دارن میگن. یه مقدار اگر اجازه بدید راجع به خودتون اول صحبت بکنیم که چند ساله که اصلا از ایران بیرون اومدید شما؟ خدا رو شکر میکنم کشی عزیز که این فرصت رو خداوند فراهم کرد تا آنچه که امشب بیان میشه نام عیسی بالا برده بشه. آمین. کلام خدا میفرماید ما را نه بلکه نام خود را جلال دهی خداوند. من خدمت رو از خدمت سال 93 از ایران بیرون اومدم. 1993 برای 11 سال تقریبا نزدیک 12 سال بعد
با عنوان معالجه بیماری اومدم بیرون. ولی نمیدونستم که خداوند میاد که ابتدا روح منو آزاد میکنه و بعد هم شفای جسمانی رو. چون کلام خدا آیه زیبایی داره که خیلی با من صحبت میکنه، میفرماید اگر خدا رو فقط برای چیزهای این دنیا بخوایم بدبختترین آدم ها هستیم. ولی وقتی که روح خدا در ما قرار بگیره اون نشاط آسمانی چقدر جالب، اون حیات ابدی رو که به ما میده. یک بار دیگه خواهش میکنم این قسمت رو شما تکرار بکنین، خیلی نکته جالبیه. دیشب در جلسه دعا یک چنین چیزی رو ما خودمون عنوان کردیم و شما هنوز تشریف نیاورده بودید. ای خدا من. و الان شما یک چنین مسئله‌ای رو تکرار می‌کنید، واقعا این از جانب خداست. خیلی قشنگ بود، تکرار بکنید. جناب نام خداوند کشی عزیز، وقتی در من و شما یک روح قرار داره و اون روح خداوند عیسی مسیح، بنابراین از دیشب شما رو در دعا گذاشته و الان بیاد من میاره. کلام خدا می‌فرماید اگر ما خداوند را فقط به خاطر چیزهای این دنیا بخواهیم بدبخت‌ترین آدم‌ها هستیم. آفره. ولی وقتی خدا رو به خاطر خداوند عیسی مسیح و به خاطر وجود خودش به خاطر خداوند بودنش، به خاطری که قادر مطلق و خالق ماست می‌طلبیم، اون موقع است که هیچ چیز نمیتونه ما را از محبت خداوند عیسی مسیح جدا سازد. در کلام مقدس می‌فرماید نه مرگ، نه غم، نه غصه، نه شادی، هیچ چیز نمیتونه من از محبت اون جدا سازه. آمین آمین. گاهی اوقات عزیزان از من میپرسن که ما فلان احتیاج رو داریم، خدا رو دوست داریم، ولی الان احتیاج به شوهر داریم یا الان احتیاج به زن داریم. آره ایمان داریم که خدا هست، ولی الان میخوایم که شغل بگیریم، الان همش الان الان. و من همیشه در جواب این عزیزان میگم که کلام خداوند میگه اول پادشاهی مرا بجویید و بعد همه این چیزها به شما داده خواهد شد. خداوند از احتیاجات ما انسانها با خبره. این ما هستیم که هول میشیم یه مرتبه میگیم آره آره خدا هست، برای اینکه از بچگی خدا رو از ما جدا کردن. یه خدای اون بالا هست که اگر میخوای نمیدونم راجبش حرف بزنی باید خیلی مواظب باشی، کلامشو میخوای دست بزنی باید نمیدونم با خودکار یا کاغذ بهش دست بزنی. یعنی خدا رو اونقدر دور کردن از ما، یه چیز تجملی و کاملا جداگانه. دقیقا. که اون رابطه‌ای که ما در مسیحیت شناختیم و احساسی که در نزدیکی با خداوند میکنیم هیچ وقت در زندگیمون تجربه نکرده بودیم. برای همین وقتی که یه نفر تماس میگیره میگه همین الان میخوام، همین الان، انگار که اصلا خدایی وجود نداره. ما میتونیم درک بکنیم، ولی همچنین توصیه میکنیم که واقعا به این آیه خداوند توجه بکنید که در انجیل عیسی مسیح خودش گفت اول پادشاهی خداوند رو بجویید و بعد همه این چیزها به شما داده خواهد شد. امین. چون پدر آسمانی از همه احتیاجات ما شما باخبره. خدا رو شکر برادر. خب تعریف بکنید در ایران چی کار میکرد؟ میدونم که از دانشگاه فیزیک میخوندید شما اگر اشتباه نکنم. بله خدمت هست کنم که من در یک خانواده خیلی مسلمان به دنیا آمدم که در شرایط دینی رشد میکردم، ولی قبل از اینکه به تحصیلم برسم خیلی جالبه که یادم اومد بعد با پدرم مسافرت زیاد میرفتیم، من پسر بزرگشون بودم و ایشون گاهی مسافرت میرفت منو با خودشون میبرد. در یکی از این مسافرت ها که من با ایشون بودم، من 10 سالم بود، منو خونه بستگانشون برد و یه دختر 6 ساله تو اون خونه من برای اولین دفعه دیدم و یه چیزی در قلب من تپید گفت این همسر توست. ای داره بیداره. من 10 سالم بود ایشون 6 سالش. عجب، من 11 سالگی عاشق شدم، فکر کردم دیگه خیلی هنر کردم. شما چه رکورد شکستی؟ شما چه رکورد شکستی امشب؟ 6 ساله داده بیداد لقیب پیدا شد. ولی جالب که شما 6 سالتون بود؟ نه من 10 سالم بود. شما 10 سالتون بود. 6 سالش. دوست دخترتون 6 سالشون بود. واقعا کار خدا عظیمه. وقتی من نامه نوشتم بعد از دیدن ایشون، تازه الفبای فارسی رو یاد گرفته بود، کلاس اول رفته بود، من یه نامه عاشقانه برای دوست دختر 6 سالت رو نامه نوشتی که از اشعار رحیم معیری رو من خیلی دوست داشتم، شروع کردم این در سن 10 سالگی اینا رو برداشتم تو نامه. شما نابغه بودی پس. خود خداوند این محبتش بود که من این علاقه رو در این دختر در دل من بذاره. جالبه که وقتی ایران یه خاطرتون باشه اون موقع پستچی نبود، صندوق پستی نبود، در می‌زدن و نامه رو تحویل می‌دادن و اتفاقا کسی که نامه رو گرفت خود
همسر فعلی من یا این دختر خانم بود، در رو باز میکنه میره پشت نامه نوشته اسم ایشونه و میگه من فکر نمیکنم نامه مال من باشه، میده دست باباش. دیگه حساب کنید من چه وضعی داشتم، پدری برای دختر 6 سالش یه نامه عاشقانه بگیر. واقعا کار خداست که این پدر ما رو زنده نگه داشت، نزدش بمیریم. در سن 10 سالگی برای دوست دخترتون نامه عاشقانه فرستادی، بعد اونم دریافت میکنه ولی باورش نمیشه، مالی میده دست باباش، ایداده میداد و بابا این نامه رو نگه میداره. جالب اینجاست وقتی این نامه رو نگه داشته، خب تو همین مدت من در هم در واقع تحصیلاتم دارم یواشاش رشد میکنم دیگه، جای تحصیل نبود، من بعدم تحصیل مجبور شدم به تهران رفتم. کجا بودید اون موقع ببخشید؟ من کرمان. کرمان بودید. وقتی که به تهران رفتم اونجا دانشگاهم رو تمام کردم در رشته فیزیک، ولی این دختر خانم چون هنوز جوان بود، وقتی ما هرش اظهار محبت بهش میکردیم زیاد محل نمیذاش، میگفت این کیه. حتی اینقدر سخت نبود، یه روز تصمیم گرفتم برم شیراز، دیگه چه سخت برای من زندگی کردن. ایشون هم تهران اومد. تهران بودن اصلا. تهران زندگی میکنن ایشون. آها. چون من از کرمان رفتم با پدرم برای مسافرت تهران، ایشون دیده بودم. آها. پس فامیل نبودین؟ فامیل دور پدر من هستن ایشون. ولی جالبه که واقعا برای من سخت بود که ایشون نمیتونه احساس بکنه، تا اینکه برای ادامه تحصیل تصمیم گرفتم جام عوض کنم برم شیراز. خب. ولی کار خدا خیلی عظیم ها. اجازه نداد عمید. که این دوری اتفاق بیفته، من در اونجا موندم و خداوند خودش دل دختر رو عوض کرد. عجب. ما با هم ازدواج کردیم بعد از 12 سال که من صبر کردم، یعنی دختر 6 ساله شد 18 سالش و با هم ازدواج کردیم. بعد از مدتی من صاحب فرزندی شدم، پسرم 18 ماهش بود. این قسمت رو خیلی سریع از روش رد شدیم، ولی شما از کرمان اومدی به تهران، بعد رفتی شیراز، ایشون چجوری از شیراز سر در آورد؟ شیراز اجازه میگم کار خدا رو الان نگاه میکنم میگم کار خدا بود. من تصمیم گرفتم از تهران چون ایشون رو احساسی نسبت من نداره، خودم منتقل کنم برم دانشگاه شیراز درس بخونم که دور باشم. لیلی و مجنون بازی دارم. ولی واقعا خدا نگهدارش بود. من 18 سال. 18 سال. برگشتم تهران، موندم اونجا و درسم تمام شد و یواش یواش خود خدا هم توی همسر ما کار کرد و دید نه رابطه خدایی است. البته ازدواج کردم. عاقبت نامه به کجا کشید؟ عاقبت نامه هنوز پدر خانم من، البته ایشون الان در حضور خداوند گرو گشته بود. به من وقتی ازدواج می‌خواستم بخوام گفت یه شرط داره دختر من، باید با صحبت کنم. گفتم بریم. خب پدر خودم ترس در انجام افتاد، دفعی رفتیم بیرون دیگه، احترامش واجبه. مثلا تو ایران معمولا از مادرزن دلواپسی دارن، هم مادرزن خیلی با محبت بود. گفتم پدر خانم من نکنه هیکن خیلی هم درشت داره الان یه لقمه ببلن. ولی جالب بود که به من گفتم من دو چیز ازت میخوام، دختر منه با تمام دلت دوست داشته باشی و بعد هم محبت کنی بهش و اسم بچهات ایرانی بذاری. گفتم منو ترسوندی پدر، من فکر کنم شما الان مهریه کنون میخوایی نمیدم و و و، ولی تو خیلی چیزای ابتدایی رو خواست. خب دیدگاه گذشت، ما ازدواج کردیم با هم و صاحب فرزندی شدم. پسر من بچه فکر میکنم 18 ماهش بود که من به اتفاق پدر مادرم مکه رفتم. در 18 سالگی؟ نه الان دیگه من 22 سالم شده، ازدواج کردم، 2 سالم گذشته، تقریبا 26 سالم بود که من مکه رفتم. در 26 سالگی تشریف بردید به مکه. خب و به اتفاق پدر مادرم در مکه بودم. خب طبق فرایض دینی که همه انجام میدن با یه اشتیاق عظیمی رفته بودم اونجا که در سن جوانی در واقع در مکه باشم و زیارت کنم، مراسم حج رو انجام بدم. آفرین. در مکه جایی هست به اسم مقام ابراهیم، من در اونجا نماز میکنم به سفارش مادر بزرگم که گفته بود من مسنم نمیتونم اونجا برم، اگه نماز خونی به جای منم نماز بخون. خب من نمازم که تمام شد دیدم کسی ساعت سر شونه من، گفت پسرم. خب من خیلی خوشحال شدم که با محبت من میگه پسرم. گفتم بفرمایید. گفت شما ازدواج کردی؟ گفتم بله. چطور مگر؟ گفت من به نماز شما گوش میکردم، تلفظ شما غلط بود و در مقام ابراهیم حدیثه که اگر کسی نماز میکنه و تلفظش غلط باشه در واقع جریمه داره. گفتم جریمهش لابد مثلا نماز تکراری بخونه و شبیه هم. ایشون خیلی راحت گفت نه نه نه، جریمهش اینه که باید همسر تو طلاق بدی. ای داد بیداد. من جریان ازدواجم به این دلیل گفتم که شما بدونید من 12 سال صبر کردم، حالا با مخالفت هم که معمولا میشه ازدواج کردم. صاحب یک فرزند، یکی از آقایون روحانیونی که در مکه بودن
و بغل من واسطه بودن و در مشغول عبادتشون بودن. عرب بودن؟ نه نه ایرانی، ایرانی ایشون بودن. از مسئولین کاروان هایی که چون قبل از انقلاب کاروان ها به مکه میرفتن، الان من نمیدونم با چه شرایطی میرن. ولی جالبه که من بهشون نگاه کردم گفتم مطمئنی شما اینو؟ گفت بله در حدیثه، که چون نمازتون رو به عربی درست نکردین زن شما به شما حرام میشه و باید طلاقش بدین. من این نگاه کردم بهشون گفتم من ممنونم چشم منو باز کردی. گفت خواهش میکنم، این سفارش از خدا بود. گفتم نه نه نه، من یک چیزی میخوام خدمت رو عرض کنم، تو چشم منو باز کردی و باعث شد من همین الان بگیرم ایران. گفت یعنی چی؟ گفتم ببین، اگر خداوند خالق عالم منو در ایران خلق کرده، به خواست من نبود اونجا به دنیا اومدم، زبان فارسی رو به من داده، بنابراین فکر میکنم اون زبان فارسی رو میفهمم، من پرستشش کنم. تازه اگر به عربی هم میخونم اشکالی دارم، اون قادری که ببخشه منو، چون دل منو میدونه. ولی این باعث شد من بدونم که یه جای کار اشتباس، من نمیتونم کسی که 12 سال منتظرش بودم باش ازدواج کردم، بچه عزیزی هم دارم، حالا اون صدای من نمیشنم، بهتر من برگردم، اینجا جای من نیست. پدر مادرم پیدا کردم و خداحافظی کردم و برگشتم ایران. وقتی به ایران برگشتم جالب بود که خانمم گفت حاج آقا اینجا چه کار می‌کنی؟ گفتم که شما دوست داری من حاجی باشم، پس من میام تو، شما تشریف ببرید بیرون، باید طلاق بگیرید. و اگر دوست دارید که شوهرتون باشم، من دیگه همینجا متوقف می‌کنم. خب من در واقع شرایط دینی رو که دنبال می‌کردم در اسلام همونجا متوقف کردم. همه به من میگفتن که خدا لعنتت بکنه، تو خانه خدا رو رها کردی، مکافات الهی منتظرته. منم در پاسخ با زبان عامیانه بهشون میگفتم من مطمئنم که خدای حقیقی رو پیدا خواهم کرد، بگذار که هر اتفاقی میفته به شما فکر میکنید باشه. ولی کیش از این میدونید که شیطان مثل شیر قران بر در است. الان من اینو میدونم، ولی اون موقع از این چیز خبر نداشتم. ایشون در کمین بود تا اینکه من یه تصادف کردم و ماشین من چپ کرد بعد از یک ترمز نابهنگامی که من توی برف زدم. وقتی ماشین من چندین مرتبه معلق زد و سقف ماشین روی زمین قرار گرفت، چرخا روی هوا، در اون موقع دیگه حالا من دو تا بچه دارم، دو تا عقب ماشین منم بین صندلی ها جا گرفتن. من تنها چیزی که بودم گفتم خدایا اگر وجود داری بچه های منو نگه دار، همسر من نگه دار. بین من و همسرم هم سقف ماشین دیوار شده بود، ما هم دیگر نمیتونستیم ببینیم. مینیبوسی که جلوی ما بود وقتی این صحنه دیده بود فلافاصله ترمز کرده بود، اومد پایین درب ماشین رو برگرداندن، صندلی شیشه عقب رو شکوندن، بچهای من از اون کشیدن بیرون، درا رو شکوندن، از دو در جداگانه من و همسرم رو بردن بیرون. من فقط نگاه می‌کردم ببینم بچه‌هام و همسرم زندن یا نه، هیچ دیگه دنبال نبودم. وقتی نگاه می‌کردم یه قطره خون روی بدن اینها نیست، حتی خود من. راننده مینیبوس گفت چیکار کنم؟ گفتم خواهش می‌کنم برسونم به بیمارستان. خب منو بیمارستان رسوند، ساعت 12 ظهر بود. مسئول رادیولوژی گفتش که باشید من نماز تمام شد برمیگردم از شما عکس میگیرم. من التماس میکردم که آقای دکتر من نمیدونم چه اتفاقی سر همسر و فرزندم افتاده، خواهش میکنم از من فراموش کن، از بچهای من عکس بگیر، اینا خونریزی مغزی چیزی نکرده باشن. گفت نه نه نه، تا نماز تمام نشه من برنمیگردم. خب این اتفاق کی افتاده بود؟ این در واقع حدود سال فکر میکنم 58، یعنی یک سال بعد از انقلاب. به مثلا سال میلادی که میشه 25-6 سال پیش، 24 سال پیش میشه 79 میلادی، یعنی درست یک سال بعد از انقلاب، 78 میلادی. دکتر شما تصادف کردید، ماشینتون چپ کرده، رسوندنتون بیمارستان، دکتر میگه باید اول برم نمازم قضا نشه، الان وقت نمازه، در حالی که ایشون میدونید در ایران معمولا نماز رو مثل عربستان نمیخونن که ظهر حتما سر ساعت 12 انجام بشه، بعد عصر و بعد مغرب و عشا، بلکه میذاره طرف نزدیک غروب آفتاب هم نمازشو میخونه، چون من بزرگ شدم با این چیزا. ولی ایشون گفت الان نماز بخونه و رفتن. وقتی برگشتن از من عکس گرفتن، بچهای من همشون سالم بودن، ولی من عصب کمرم پاره شد و آسیب دید و پای چپ من برای 14 سال آسیب دید. من مدت ها روی ویلچر، روی صندلی چرخدار، حتی عصا، و دو دفعه دکترای عالی ایران من عمل کردن، ولی هر دفعه از دفعه قبل بدتر میشدم. از بس من آسپرین میدادم، مسکن میدادم، قرص خواب آور میخوردم و گاهی اوقات شبها واقعا از روی خانوادم خجالت میکشیدم که یک مردی که 12 سال صبر کرده، عاشق همسرش بوده و خانوادهش، الان بیان لگن بزن زیر یک مرد. گاهی شبها من روی زمین میخزیدم، خودم به دستشویی میرسوندم که دیگه اقلا مزاحم همسرم نشم، مزاحم پدر مادرم پلومه نشم گاهی.
مادر خانم من با چه محبتی واقعا زندگیش رها میکرد، از من پذیرایی میکرد. بچه های من هیچ وقت پدرشون سالم نمیدن، اکثرا من تو بستر بیماری هم. بعد از دو دفعه عمل بهترین دوست منم تصمیم گرفت گفت ببینید دیگه نمیتونم کاری بکنم، بهتر بری خارج از کشور. خب من برام خیلی سخت بود واقعا، بعد این مدت زیادی که بیماری بودم بستر بودم. دکترتون پیشنهاد کرد که بله دکتر من پیشنهاد کرد گفتش که من صلاح میدونم که تو بری دیگه خارج از کشور. فهم من نه الان از نظر مادی موقعیتی دارم، نه راحت میتونم از کشور خارج شم، به ما کی ویزا میده؟ ولی کار خدا خیلی عظیم بود، دری رو باز کرد، من و اتفاق خانمم رفتیم اروپا لندن و مدت 45 روز من در لندن بودم. یک احساس عجیبی وقتی من تهران رها میکردم به قصد لندن برای معالجه به من میگفت تو بر نمیگردی. نمیدونم این از کجا بود، الان میدونم از خداوند بود. و من گری میکردم، خانمم میگفت بابا حالا کمر فلجه فوقش دیگه، سکته قلبی که نکردی بمیری، میرسی بچهات میبینی. گفتم نه یه احساس من میگه نمیبینی. و جالبه که 45 روز من در لندن بودم، 4 تا بیمارستان مختلف، 4 تا دکتر مختلف، 4 تا جواب مختلف. یکی از پزشکان گفت یه پیشنهادی بهت دارم، پشتت عمل میکنم، یه برد الکترونیک میذارم، دو تا باتری میذارم دوباره هر 6 ماه یه بار باید بیا باتریاش عوض کنی، هر دفعه هم 10000 پوند. خنده دار نیست ولی عادت ندارم این چیزها رو بشنوم. اتفاقا خانم منم خیلی خندید، گفت این آقای دکترم ایرانی بودن، منم خیلی خوشحال شدم گفتم فارسی باش حرف بزنم، ولی گفتم از فارسی فقط سلام و خداحافظی میدونم، پدر بزرگم ایرانی بود. گفتم آقای تو حالا با چیکار کنم؟ گفت چی هر دفعه هم 10000 پوند بدید. خانم منم خیلی شوخه برگشت گفت آقای دکتر ما همه چی میخوام، شوهر باتری دار نمیخوام، اگر وسط خیابون ایشون داره راه میره باتریش هم ما چیکارش کنیم؟ حداقل اینجوری میفهمیم چی چیش. از اون شب نمیدونم تا چه حد عزیزانی که الان این برنامه رو میبینن شاید مثل من در این شرایط جسمانی و یا شما گفتید دی نیاز دعا دارن میان میخوان میخوان نباشن، شاید در شرایط سختری از زندگی باشن، من نمیدونم، ولی خدا همیشه ما رو در دره ها ملاقات میکنه، چون در اوج ها من شما خیلی راحت میریم، موقع خوشی هستیم اصلا گاهی یاد خدا نیستیم، میپریم میریم بالا، ولی وقتی که به دره میافتیم اون که میگیم خدایا کجایی، اون شب بود که دوباره من گفتم خدایا کجایی، اگر صدای منو نشنوی. من از بس دکتر میرفتم به من قرص خواب آور میدادن که درد رو حس نکنم، تصمیم گرفتم 160 قرص خواب آور دارم امشب، همه رو بخورم و حداقل همسرم و فرزندانم راحت شن. آماده بودم لحظه شماری میکردم که تو اتاق کوچیکی که من تو لندن داشتم من خانمم خواب بره و من کار خودم انجام بدم، ولی خدای مهربان منو زودتر به خواب برد. نیمه های شب بود که صدای دو دفعه در خواب من گفت برو امریکا. من خانمم از خواب بیدار کردم، گفتم خانم فکر کمک میخوام بزنه هر شب، چون هر یک ساعت یه بار باید ازش کمک میخوام، من جابجا کنم، من نمیتونم بپیچم. گفتم نه 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 جابجا نمیخوام بشم، هنوز زوده، میخوام بریم امریکا. گفت بله. گفتم ببین یه صدای دادم، من گفتم برو امریکا. گفت ببین دیشب زیادی پت پیتزا دادم خوردی، شکمت باد کرده، وحشتناک بگی بخواب. ما نه پول داریم، ایرانی هستیم، کی به ما ویزای امریکا میده؟ 4 تا دکتر هم اینجا بردمت، 4 تا جواب مختلف گرفتیم، پولمون هم ته کشیده، بچه‌مون هم تو ایران ولن، تازه امریکا، خواهش می‌کنم تشریف بخوابیم. گفتم ببین اگر صدایی رو به من گفته یقین بدون که نباید از انسان باشه. به مسئول هتل گفتم میشه یه وقت سفارت واسه من بگیری؟ بلکه خندیدن، گفت حرفا چی آقا جان، مگه به تو ویزا میدن؟ روی ویل چرخ صندلی چرخدار و چوب دستی میخوای بری تو سفارت؟ چقدر پول داره؟ کمر باتری داره، با یه زنم همراه، دو تا پاسپورت جدا هم لابد دارین و ایرانی هم هستین، خیلی همه چیز جوره، همه چیز جوره. فقط دیگه چی میخوای؟ گفتم بهش که ببین این آخر زندگی منه، چیزی که دست نمیدم فوقش میگن نمیشه همین. آفرین. وقتی وارد سفارت شدم جالب بود که کنسول به من نگاه کرد با یه حالت خنده، شاید منو میدید، با اون حال درد منو میدید، چهره من کشی عزیز وقتی نگاه میکردی 14 سال من شبا نخوابیده بودم، یک ساعت پیوسته از در بیدار میشدم و مجبور بودم من جابجا کنم، شبای خدمتم هست که روی زمین میخزیدم به دستشوی خودم برسونم، وزنم اینقدر کم شده بود که همه میگفتن این چه وضعیه، ناامیدی مطلق. این زن قیافه منو دید، گفتم ببین من این همه مدارک پزشکی دارم. به من گفت تو فکر می‌کنی تو لندن دکتر خوب نیست؟ گفتم من بهترینشو رفتم، 4 تا جواب مختلف. ای به شما گفتم باتری بذار راه برو چیکار. ایشون گفت حالا چقدر پول داری؟ گفتم ببین 15000 دلار بیشتر ندارم. گفت بله درست شد، این عمل تو حداقل 30000 دلار خرجشه. بعد مدتی پاسپورت ما رو گرفت و اومد مثل یه بیگانه اینجوری لها کرد جلوی من. من گفتم خانم نذار برگردیم بریم دیگه.
خدا رو شبای خانم من گفتش که ببین حالا باز کنیم پاسپورتمون رو. من پاس باز کردم، هم من ویزا گرفتم هم همسر من هم بچه‌هاتون. بچه‌ها با ما نبودن. آها، بچه‌ها ایران بودن. مادر خانمم خدا برکتش بده ازشون پذیرایی میکرد، پدر مادر من رسیدگی میکردن و بالاتر از همه خدای عالم اونا رو حفاظت کرده بود و من خبر نداشتم. منی که هیچ موقع از بچه‌هام دور نبودم، الان اون احساس داشت بهم برمیگشت. دیدی گفتم از ایران میری برنمیگردی؟ ترسایی هم که شیطان میاره همیشه وحشته. وقتی که به بچه‌هام زنگ زدم گفتم من ویزا گرفتم، اینا شاد شدن. بابا خواهش می‌کنی، ما می‌خوایم بابای سالم ببینیم، برو، ما تنها نیستیم. اومدم امریکا. جالبه که یکی از عزیزان من منو برد پیش یک دکتر بسیار خوبی. این دکتر بعد از اینکه منو معاینه کرد یک هفته گفت میام یه کورتون میزنم پشتت. گفتم دکتر این اولی کاری بود من تو ایران کردم، این فایده نداره. در ضمن اینم جوابای منه. فرضی بزرگتره. گفت کاری نمیتونم بکنم. پشتت رو خورده به دیوار. اینقدر افتضاحه، من دست بزنم پای راستم فرج میشه. عجب. من نامه ازش دارم، نوشته 25000 دلار بده. 99% پای راستم از دست میدی. گفتم دکتر آمادم. 25000 دلار ندارم الان. بگم از اینا مثلا هر چوری شده بفرستن. درد از من بگیر. پای راست من فلج شه ولی درد از من بگیر. من مردم، 14 سال دارم زهر. من نمیتونم برگردم ایران بچهای من با این قیافه ببینن دوباره. گفت نمیتونم کاری بکنم. گفتم حالا 25000 دلار من ندارم، 12000 دلار بهت میدم، بقیه‌شو قسطی تا 2 سه ماه دیگه من میرسم. به ایرانی اینجا ویزیتور اصلا این خبرا نیست. ولی کارهای خدا خیلی عظیم کشی عزیز. یه خانواده روبروی خونه‌ای که من زندگی می‌کردم قرار داشت که این خانواده کار خدا رو ببینید. نقش‌های خدا از ازل بود. یه دفعه خدا بیدار نشد بگه حالا با این مارک چیکار کنم. بله آفرین. به من گفت این دوست ما که اگه کاری داشتی به ایشون زنگ بزن. خدا رو شکر این عزیزی که اجازه داد من تو خونه‌اش بمونم تا رفت ایران ازدواج کنه برگرده. الان اجاره خونه ندم. منو به این همسایه‌اش معرفی کرد و این همسایه نقشه خدا اینجاست. پدر مادرشون قبل از انقلاب تو ایران میسیونر بودن. عجب. کلام خدا رو مردم می‌گفتن. وقتی من بهشون زنگ زدم مشکلمو گفتم، گفت مطمئن باش من دکتر بسیار خوب تو رو میبرم. خب ایشون به زودی اومد و قیافه من نگاه کرد، گفت این درد چیه؟ این قیافه چیه؟ گفتم 14 سال که هم نخوابه اینطوری میشی. یه روز اومدن و من خوابیدن عقب ماشین، گفت بریم. به فاصله 2 ساعت رانندگی میکرد. گفتم چقدر راه دکتر دوره؟ گفت تو هزاران مایل اومدی، آره چند مایل هم روش، ولی من میتونم یه سوال کوچیکی از تو بکنم. میدونم فامیل تو مسلمانه و تو هم مسلمانی چون ایرانی هستی، ولی سوال من اینه، آیا به نظر تو عیسی مسیح کیه؟ گفتم مکه رفتیم هیچ خبری نبود. به ما گفتن زن تو طلاق بده. ایشون که داره ما رو برمیگردونه 600 سال قبلترش، اینا چی میخوا بگه؟ برزم به من چه مربوط این سوال میکنی؟ مسیح مال شما امریکایی هست. گفت نه، اولا مسیح از شرق اومد، مال ما نیست، ما دزدیدیمش. درسانی مسیح به نظر تو کیه؟ فقط یه جمله کوتاه به من بگو. گفتم یک پیامبر مثل بقیه اومد مرد تموم شد، یعنی قطع کن. گفت یه خبر خوش بهت دارم، مسیح پیامبر نیست، مسیح عیسی پسر خداست. به مسیح گفت پسر خداست. به خانمم گفتم خواهش می‌کنم به ایشون بگو همینجا ترمز کنه، یه آدمو میکنه خدا، من نمیتونم با ایشون بیام، من میخوام پیاده شم. ایشون گفت تو که نمیتونی راه بری. گفتم شما امریکایی‌ها خیلی دوستی و مهمان نواز، من اون برای هایوی وای میستم و یکی به من یه راید مجانی میده یا سواری مجانی میده. گفتم قول میدم حرف نزنم، ولی فقط یه چیز بشنو، عیسی مسیح پسر خدا بود، اون جس پوشید اومد به این جهان مثل تو شد تا تو رو بتونه به آسمان ببره. گفتم خواهش میکنم حرف نزنم الا من پیاده میشم. من به مقصد برد. وقتی رسیدم دیدم که نه کلینیکی، نه بیمارستانی، نه دکتری. گفتم دکترت کجاست؟ گفت اون گوشه. وقتی من نگاه کردم اونجا دیدم اونجا یک جایست به اسم نازرین چرچ، کلیسای ناصری، عیسای ناصری. و گفتم اینجا چی من آوردی؟ گفت امشب اینجا یک نمایشنامه تولد تا رستاخیز عیسای مسیح رو نشون میدن. فهم همه دکترها رو زیر پا گذاشتی که از مشرق و مغرب، حالا بیا دکتر اصلی رو نگاه کن. آفره. اون خدای شفا دهنده است. گفتم من نمیام. گفت میخوای برگردی؟ من نگاه به محبت مرد کردم، گفتم باش بات میام، ولی قول میدم که من نه هیچی نگاه میکنم و منم هیچ معبود نیست، مسیح مال شما خارجی است. برگشتم. من گفتش نمیخوای بری؟ گفتم خب حالا میام بات. من برد داخل سالن، 4 تا صندلی برای من خریده بود که میدونست من نمیتونم بشینم که بخوابم، برای نمایشنامه 4 ساعته. ما یک ساعت اولی شروع کردیم
سیبزمینی سوپ کرده و سس تند خوردیم که نفهمیم چه خبره. ما چه مسیح مال ما که نیست که. تازه ما مکی گفتم برو زن تو طلاق بده. اینجا نمیدیم میخواد چی بهمون بگه. اصلا از مذهب دیگه خسته شده بودی. مذهب بس ما. بذار برای اون کسانی میخوان که مشکل نداره باشه. غافل از اینکه خدا داره کار عظیم میکنه. یواش یواش من نگاه کردم به این نمایشنامه. ببخشید بنا. عیش میکنم. خدا رو شکر به خاطر یه چیزی الان که شما یه نفسی تازه بکنید میخوام عرض بکنم به بیننده های عزیزمون و اون اینه که خیلی از شماها عزیزان در مراحلی در زندگیتون هستین که احساس میکنید راه فراری نیست، بیماری دارید یا مشکلی براتون به وجود اومده که فکر میکنید دیگه آخر خطه. همین دیشب در جلسه دعای جمعه شب‌های ما یک دوست عزیزی برامون ایمیل فرستاده بودن که تقاضای دعا کرده بودن از ما که فرزندشون در کما بوده و از ما تقاضای دعا کردن و ما دست جمعی براشون دعا کردیم و از کما و مرگ حتمی نجات پیدا کرده بودن. خدای ما قادره. آمین. میخواد مشکل مالی باشه، مشکل روحی باشه، مشکل جسمی باشه و این صحبت‌هایی که اینجا دوست عزیزمون محمد یا مارک اخیراً دارن میکنن با ما صحبت مذهب و نمیدونم اینجور چیزا نیست. واقعی که در زندگیشون رخ داد تجربه شخصیه و اون موقع فکر نمیکنم اون موقع شما اصلا انجیل هم نخونده بودی، مسیحی نبودی، اصلا مسلمان هم نشده بودی، دیگه مسلمان هم رها کرده بودی، استعفا داده بودی. خب چی شد بعدش؟ شما رو بردن دم کلیسا که همه دکترهای دنیا رو رفتی به جای نرسیدی، حالا بیا اینجا با دکتر اصلی ملاقات با دکتر اصلی ملاقات بکن. رفتی توی کلیسا یه ساعت اولو همینطوری به سر کردید و بعد چی شد؟ بعد یواشاش گفتم حالا که اینا دارن اینجا برنامه رو مثل تئاتر نشون میدن بذار من نگاه کنم اینم چیه، حداقل وقتم تلف نشه. غافل از این بودم که خداوند داره جراحی میکنه قلب منو. من اون لحظاتی رو که عیسی مسیح رو بالای صلیب دیدم، چون میدونید هیچ وقت ما یاد نداده بودن که عیسی مسیح بالای صلیب مرد. عیسی مسیح بالای صلیب رفت به آسمان، چون اگر مرگ اون رو بیان کنن بعد تازه شروع حقیقت خواهد بود. و من وقتی دیدم که عیسی مسیح که پیلاتوس داره میگه من دستمو شستم چون گناهی ندیدم، هیچ کس در او گناهی ندید، کی میتونه گناه نکرده باشه؟ چون من از طفولیت همیشه میترسیدم، من کامل نیستم، من با نماز و دعام حتی اون موقع که دنبال میکردم نمیتونم به خدا برسم، اینا کمه، یه جای کار میلنگه، ولی این خدای عالم اومده بالای صلیب به خاطر من داره جونشو میده. من خداوند برگشت بر به مکه، گفت یادته اونجا بهت گفتن زن تو طلاق بده، اینجا من از آسمان اومدم به خاطر گناه تو بالای صلیب رفتم. اون موقع اصلا من دردم یادم رفته بود، تنها چیزی رو که میدیدم اصلا احتیاج نبود باهاش صحبت هم بکنی که بگه لهجه داریم اصلا، و اون داشت صدای قلب منو میشنید که من دارم صدای اونو میشنوم. رستاخیز عیسی مسیح بعد از مرگ و دفنش که به چه عظمت و جلال خدا رو میبینی، سنگ قبر کنار گذاشته میشه و عیسی مسیح رستاخیز کرده، قلب منو پاره کرده بود. من با اون حالت فلج بودنم میخواستم برم جلو و بگم منم میخوام اینو بچشم، ولی یه چیزی منو مانع میشد، میگفت نه نه نه، بابا چی، مادر چی، بچه ها چی، همسایه در آب روح حسیت اونها میره چی. اون شب علارغمی که میدونه پیروزی همیشه با خداونده، ولی من شرمنده ام از عیسی مسیح اون شب به شیطان جواب مثبت دادم و به خدا نگفتم، علارغمی که میدونستم حقیقت از ترس قضاوت مردم. تو راه برگشت این شخص به من گفت حالا چه احساسی داری؟ گفتم ما از این احساسا هیچی نداریم، تو ایران هم سالی دو بار ماه تعزیه و روزخونی ما داریم، این کارا انجام میدن. گفت اینا رو با من یکی میکنی؟ گفتم ببین عزیزم همشون یکی بودن، حالا در درون من آتش بود، غوغا بود، خودم میدونستم دارم دروغ میگم، شخص میگم، خودم حقیقتو چشیده بودم. من نگاه میکنم به همسرم ببینم ایشون چه احساسی داره، ولی نمیخواستم به روش بیارم که من دیگه عقل شدم. من 14 سال خواب پیوسته نداشتم که شیدید، ولی اون شب اصلا نخوابیدم، جنگ روحانی در درون من آغاز شده بود، حقیقت و مرگ، حقیقت و مرگ، اینا با هم میجنگیدن. اصلا درد کمر، فلج پا،
عصب از دست دادن، بچه ها در ایران همه چیز یاد من رفته بود، چون حقیقتی داشت با من ملاقات میکرد. خیلی جالبه که کارهای خدا نقشه‌هاش باز خدمت رو عرض کردم عظیمه. چند روز بعد شخص من زنگ زد گفت با من میای کلیسا؟ من اصلا بدون که فکر کنم میدونم من نبودم، گفتم آره. جالبه ایشون کلیسای میرفت نزدیک خونهشون بود، پسر ایشون در یک کلیسای یه شهر دیگه میرفت که نیم ساعت با ما فاصله داشت. پسر به پدر زنگ میزنه میگه میای امروز کلیسای ما؟ چون من فردا میخوام برم کالیفرنیا، دیگه اینجا نیستم، میخوام درس بخونم اونجا توی مدرسه. پدر هم به من میگه، منم میگم میرم. این انسانیه، ولی این کار خداست. چون وقتی وارد کلیسا شدم یک خانمی در جلوی من بعد از اینکه لهجه منو دید گفت کجایی هستی؟ گفتم ای دل غافل. باز به ما میگن حتما زن تو طلاق بده. گفت چه ناراحت شدی؟ گفتم آخه من تجربه خوبی ندارم از اینکه من گفتم لهجه داری. حالا من تنها نه تهجم لهجه ایرانیه، بلکه داجی هم از لهجه من. توی همین لحظه این خانم گفت نه 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 ناراحت نباش، من به تو میخوام بگم ایرانی های مسیحی دارن اینجا خدا رو پرستش میکنن. عجب. گفتم نه نه، این در کدوم ایالت بود؟ واشنگتن. واشنگتن. منم okay. گفتم بهشون نه 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 مطمئن باش ایرانی مسیحی ما نداره، اینا ارمنی هم. گفت نه، اینا مسلمانایی بودن که قلبشون رو به عیسی مسیح سپردن. تو راه برگشت خدا رو شکر من یک میز کوچیک دیدم که کتاب مقدس به زبان فارسی روش بود، و همسرم گفتم میشه بری که اینا بدزدی بیاری بخور. نزدیک میز شد خانم من، یک آقایی که از عزیزان من هستن در خدا، برگشت گفت این قیافه چیه تو داری پسر؟ درد از سر روت میباره؟ گفتم این رشته سر دراز دارد. باشه بعدا. گفت بیا تو مشارکت ما. گفتم معذرت میخوام. گفتم نه درد دارم نمیتونم. گفت من به نام عیسی مسیح برای تو دعا میکنم. چشم من خیره شد بهشون، گفتم ببخشید شما کی هستید؟ به نامی که دعا میکنید؟ من مدت ها گوشه مسجد تو اصلا خبر نداری کجا بودی؟ من شبایی که پیش نماز مسجد نماز نمیخون، پدر من دوبار من میگشت، من تا صبح تو مسجد میگذردم نماز غذا میخوندم، هیچ خبری نشد. تازه من گفتم برو زن تو طلاق بده، هیچ امیدی به بعد از مرگ من نبود. از امام جمعه میپرشتم اگه بمیرم بعدش چی میشه؟ میگفت این حرفا رو نپرش، تو قد کارتو بکن. تو حالا کی هستی برای من میخوای دعا کنی؟ گفت عیسی مسیح گفت به نام من به طلبی دریافت خواهید کرد. خدا شفا دهنده است، عیسی مسیح میتونه تو رو شفا بده. گفتم الان که خستم باشه دفعه بعد. هفته بعد منو وارد این مشارکت کردن برای اولین دفعه. کشیش عزیز سرودی رو میخوندن، ای خداوند از چه ترسم چون تو بیادم هستی. خواننده این سرود الان میدونم حضور خداونده، ولی همون روح خدا من رو به زانو در آورد، شروع کردم گریه کردن و این سرود رو نوشتن. یکی از عزیزانی که اونجا خدا رو پرستش میکرد با پرستش ها گفت نوارش رو بهت میدم، نمیخواد یادداشت کنی. بعد از پایان جلسه من گفتم میتونیم بیام خونت ملاقاتت کنیم؟ گفتم همه تون بیاید. اونم نه، فقط دو نفر میایم. چهارشنبه بعدش یک بعد از یک شنبه اومدن کلام خدا رو در میون گذاشتن. بعد از پایان گفتن سوالی داری، اشکالی هست، بیا جلسات کتاب مقدس، ما کلام انجیل کلام خداست، به تو پاسخ خواهد داد. گفتم من شرمنده ام از این که اون روزی که منو بردن اون نمایشنامه، من حقیقت قلبم رو تکون داده بود، ولی غرور و ترس اجازه نداده بود من تسلیم شم. من میخوام قلبم رو عیسی بدم. کشیش عزیز واقعا چشمانش از نور خدا میدرخشید. به اتفاق عزیزانی که بودن وقتی گفتم میخوام قلبم عیسی بدم، دیدم همسر من داره گریه میکنه، میگه منم میخوام به عیسی ایمان بیارم. گفتم بله شما چطور؟ گفت منم از تو میترسیدم، دلتو نشکنم، تو درد داری، زجر داری، حالا بهت میگم من میخوام مسیحی شم. گفتم بذار تو عمل چی ببینم تو چیکار میکنی. چهارشنبه بود که خود عیسی مسیح رو کشیش عزیز ما در رو در رو ملاقات کردیم. برای من مهم نبود که من شفا مییابم، برای من مهم نبود که من چه وضعی پیدا میکنم، برای این که بعد از مدت ها بار سنگینی که روی دوش من بود که من احساس شکستگی میکردم، این بار فرو ریخت و آرامش خدا بر من قرار گرفت. تازه فهمیدم مشکل درد عصب از دست دادن پا و کمر من نیست، مشکل من اینه که من بار گناه منو شکسته. اون لحظه بود که برای اولین شب بعد از 14 سال نتونستم یک ساعت بیشتر و پیوسته بخوابم. خانمم به من روز بعد گفت چرا دیشب من بیدار نکردی زیاد؟ گفتم برای اینکه تونستم یک ساعت بخوابم. شب بعد و کلام خدا هر چی که میخوندم بیشتر با من سخن میگفت. میدم واه، این اون چیزی که من دنبالش میگردم. وقتی به من میگه گران باران نزد من آیید،
یوغ مرا به گردن گیرید، یوغ من سبک و آسان است. نمیدونم فیلم بنهور شما دیدید و اکثر عزیزان دیدن، وقتی که میگه یوغ، این اسبایی که زیر یوغ هستن گردن یکیش میشکنه موقعی بخواد با دیگری جابجا شه، ولی خدای قادر متعال وقتی که این روی گردن منو میذاره قدرت دست اونه، اون حرکت میکنه. ما فقط کافیه باش بپیچیم. بار سنگین از من فرو ریخته بود، کلام خدا رو میبلعیدم، دیدم عیسی مسیح میگه من راه راستی حیات هستم، هیچ کس نزد پدر نخواهد آمد مگر به وسیله من. تمام اون چیزایی که حتی من از امام جمعه مسجد میپرسیدم که اگر من امشب بمیرم کجا میرم، پاسخی براش نبود. کلام مقدس داشت به این راحتی من میگفت، اصلا یاد درد رفته. دو ماه بعد وقتی که از خواب پاشدم دیدم پای چپ من احساس داره، اومدم بالاشم رو پاک خودم بیستم، خانمم ترسید، گفت خواهش میکنم الان کمرتم استخون میشکنه با تو گش بگیرن دیگه، با گش ببرمت ایران. گفتم نه تو باورت نمیشه، من در لندن بودم از کشاله ران من تا نوک پنجه من 30 سوزن تب سوزنی فرو کرده بود به این قطر ارتفاع، میپیچوندم من نمیفهمیدم، ولی الان بعد از 14 سال من پامو میکشم احساس دارم. فکر من دیوانه شدم، من رسوند بیمارستان. دکتر منو معاینه کرد، گفت باورشو نمیشه شفا پیدا کردی. چون ما هنوز میگیم این حرفا چیه آقا، این حرفا مال 2000 سال پیش، ما دهاتی های دکتر گفته که این دکتر گفته غیر ممکنه، دکتر گفته باید باتری بذارم 6 ماه یه بار عوض کنی، ولی خدای قادر متعال شفا دهنده است. وقتی که من به دکتر گفتم دکتر ممنونم از محبت تو، از استعداد تو، ولی وضع من اینقدر خراب بود، تو هم منو راحت کردی، تو اولین کسی نیستی منو راحت کردی، دکترها قبل از تو منو راحت کردن، ولی من یه چی بهت بگم دکتر عزیز، من شادیم از این نیست که شفا یافتم، چون ممکن تو مطب تو الان سکته کنم بمیرم. من شادیم از این، طبق کلام خدا استیفان میگه وقتی داشتن سنگسارش میکردن عیسی مسیح رو ایستاده دیدم که منتظر دریافت منه. گفتم دکتر ممکن تو مطب تو الان من سکته کنم، ولی یک امید متبارک دارم، هیچ کس نمیتونه از من بگیره. عیسی مسیح میگه با بستن چشمات برای ابد در حضور منی. من نیاز به شفای جسم دارم ولی موقتی است. آنچه که من نیاز دارم کریش عزیز نجات روحم بود. کلام به خدا میگه من آب حیاتم، من نانه، هر که تشنه است نزد من آید. اگر شما با سیری و بدون آتش بری سر یک چشمه پوزه میکنی زیر آب، ولی اگر خلع حضور خدا رو و نیاز به حضورش رو حس کنی، اون موقع است که عیسی مسیح میگه هر که تشنه است بیاید، من آب حیات به اون میدم، من جایی میرم برای تو، جایی فراهم میکنم، جایی که نه ادیان به ما بر نمیدن، حوری و پریه، جایی که عیسی مسیح خدای زنده قرار گرفته. وقتی که من از این جسم کوشالی رها بشم، میدونم برای ابد دارم جلال خالقم رو میبینم و اونو پرستش میکنم. ای ایرانی عزیز، امروز همون خدا خدای توست. آفرین. یک روزی اگر اومد بگید بره. یک روزی اگر اومد منو صدا کرد، فکر نکنی من توفیه‌ام، من آدم خاصی بودم برای خدا، اومد گفت بیا تو رو میخوام. هرگز. کلام خدا میفهمد خدا انقدر جهانیان رو محبت نبود، نمیگه عرب، عجم، ترک، افغانی، جهانیان را محبت نمود که یگانه پسر خودشو داد تا هر که به او ایمان آورد نمیرد بلکه حیات ابدی یابد. امشب نمیدونم در چه شرایطی قرار گرفتی، آیا تو دره زندگیتی، آیا تو اوجی، آیا تو بیماری سرطان قرار گرفتی، آیا از خانوادت رونده شدی، آیا فکر میکنی فردا چی میشه. اینها ترسایست که شیطان میاره و میخواد تو رو از رسیدن به هدف اصلی که خداست مانع بشه. امشب به نام عیسی مسیح اگر صدای خالق رو میشنوی، همون خدا میگه من در قلب تو ایستادم، میکوبم. اگر تو در رو باز کرده، من داخل میشم، با تو مشارکت میکنم. کلام خدا بسیار زیبا میگه ای فرزندان، ای عزیزان، حتی اگر تو روحانی هستی، اگر فکر میکنی با خدا راه میری، کلام خدا میگه هیچ کس نزد پدر نخواهد آمد جز به وسیله من. عیسی مسیح میفرماید عیسی چهره دیدنی خدای نادیده است. عیسی در جسم ظاهر شد تا من و تو که همیشه برای خودمون تجسماتی کرده بودیم، خدا خدا مثل یک پدر بزرگ پیرمردی که دائم چوب تنبیه دستشه، نه، اون خدای محبته، ولی چون با گناه سازش نداره، امروز پسرشو داده، میگه به من ایمان آورید تا حیات ابدی یابید. میتونی با لباس روحانی در مقابل خدا الان زانو بزنی، دراری بگی عیسی مسیح به قلب من وارد شد. اگر تو تخت خواب بیمارستان خوابیدی، بگی عیسی مسیح میدونم گناهکارم، به قلب من وارد شد. اگر در زندانی میتونی همین رو بگی. اگر در شادی هستی ولی با خدا راه نمیری، امشب نوبت توست. همون حیاتی رو که خدا 12 سال پیش خداوند عیسی مسیح به من داد، ای ایرانی عزیز، وعده خداست
میگه در ایام آخر تخت سلطنت خودمو بر دل شما میگذارم. این من و شما هستیم. به صدای عیسی مسیح امشب پاسخ بدید. فیض خدا، محبت خداوند، رفاقت روح القدس با شما باد. آمین آمین. خدا رو شکر عزیزم، مرسی از این شهادت بزرگی که دادید، از این شرح بزرگی که تعریف کردید، در حالی که البته خدا رو شکر، من همیشه گفتم خدا رو شکر به خاطر پزشکان، به خاطر علم، دقیقاً به خاطر بیمارستان و حکمتی که خداوند بهشون داده. خود من بارها احتیاج داشتم و بهشون مراجعه کردم، ولی مواقعی در زندگی آدم پیش میاد که مثل موقعیت شما دیگه علم و تبابت جوابی نمیتونه بده، تا یه حدی میتونن کار انجام بدن، ولی اونجاست که خداوند از اون چه که شیطان میخواسته منظور بکنه برای نابود کردن شما، خداوند استفاده میکنه و نه تنها جسمتون رو شفا میده، بلکه روحن هم شما و هم همسرتون رو نجات داد. بچه هاتون الان کجا هستن؟ بچه هم همینجا هستن، اونها هم هر دوشون به خداوند ایمان آوردن. کلام خدا آیات زیبایی داره که تمامش آیه طلاییست، ولی وقتی وعده میده میگه تو و ذریت تو نجات پیدا، تو و خانواده تو نجات پیدا میکنی. اگر روی کلام خدا بیستیم، ایمان داریم که تک تک اعضای خانوادمون روح خدا نور لمس میکنه. فقط ما وظیفمون یه چیه؟ مثل گدایی که من در خونمون، پدرم وقتی که گوسفند کش نذری میدادیم اون موقع، من مسئول بودم که این آبگوشت رو توزیع کنم. اولین فقیری که میومد من میرفتم غذای بعدی رو بیارم، میدم صف کشیدن. من اون موقع بهش میگفتم اینا رو از کجا خبر کردی؟ میگم من مفتی گیر آوردم، مفتی میدم. کلام خدا من امروز میگه مارک، حیات رو مفتی گیر آوردی، مفتی به دیگران ارائه کن. کلام خدا رو اگه نشنویم چگونه ایمان آوریم؟ ولی وقتی میشنوید روح خداست که اون رو لمس میکنه. اگر به خواهری برادری عزیزان گفتن سختی کرده، عیسی قادره. در دعا بمونید، چون دعا ورد ما نیست، دعا چیزی نیست ما حفظ کنیم، تکرارش کنیم. اگر الان من دعا بکنم به حضور پدر، 10 دقیقه دیگه از من میگه دعا کن، اصلا چیز دیگه خداوند میگه. ولی بابا کیف میکنه، دست خدا به حرکت در میون موقع میبینه فرزندانش به اون التماس میکنن برای نجات ایران، ایرانی. پدر در نام عیسی مسیح ما امشب از تو میطلبیم، هر ایرانی رو امشب قلبش رو تو لمس کن. آمین. نام عیسی مسیح. همچنین از شما عزیزان میخوام که اگر احتیاج به انجیل دارید با ما تماس بگیرید. دیدید که در نتیجه مطالعه انجیل خداوند چه برکتی به زندگی این دوست عزیزمون آورد. شخصی تحصیل کرده هستن در ایران، فرمودید که لیسانس فیزیک داشتید شما و اینجا هم لیسانس کامپیوتر گرفتید، خدا رو شکر. ولی بازم هرچند که علم و صنعت در تمام دنیا مفید، خوب، مؤثره، ولی حتی سواد نتونست به ایشون کمک بکنه و این قلب شکسته ایشون بود که وقتی که پیش خداوند اونطور گریه میکرد و خودش رو در اختیار مسیح گذاشت، در کلیسای خداوند اینطور زندگیش رو عوض کرد و نجاتش داد، هم جسمشون رو شفا داد و هم روحشون رو، و از اون بر همسرشون و فرزندانشون نجات پیدا کردن. تماس بگیرید با ما، خطوط روشن، باید جواب بدیم. اگر اتاق فرمان آماده داشته باشد اون اعلامیه کلیسای کشیش عظیم رو برامون بگذارید، ما نفسی تازه بکنیم و بعد شروع بکنیم به تلفن‌ها جواب دادن. در صورت خواهش میکنم که با ما باشید، خطوط تمام روشن، ما الان همه رو جواب میدیم و از همه تونم متشکریم به خاطر صبری که از خودتون نشون دادید. چند ثانیه بیشتر نیستش، ولی همونطوری که عرض کردم الان تلفن های استودیو رو روی تلویزیون میبینید، در بین برنامه یا آخر برنامه تلفن شخصی خود من، تلفن دفترم رو خواهید دید، شماره فکسم رو میدم خدمتون. تقاضاهای دعاتون رو برای ما بفرستید، برای اینکه جمعه شب ها گروهی از اعضای کلیسای ما با جون و دل دور هم جمع میشیم و دعا میکنیم.
این دعاها به در و دیوار نمیخوره، بلکه به گوش خداوند میرسه و جواب میده. خداوند زنده است، خدایی که ما بهش باهاش صحبت میکنیم خدایی نیست که بگه با کاغذ رو کلام منو میخونین دست بگیرین. کاری هم به ادیان دیگه ندارم، باز کسی تلفن نکنه بگه که نمیدونم فلان بیسار گفتی. با خدا این انجیل من تیک پاره شده، انقدر خوندمش خدا رو شکر ورقه‌هاش وقتی باز میکنم از وسطش میریزه پایین. اینطوری شفا به زندگی میاد وقتی آدم میره تو عمق کلام. به زبون فارسی خودم هم میخونمش. آمین. ایشون به زبون فارسی خونده. بنابراین این خدایی که ما میپرستیم خدایی که میخواد رابطه برقرار بکنه، میخواد به ما نزدیک بشه، میخواد که ما بشناسیمش. فقط تنها چیزی که انتظار داره ما انجام بدیم اینه که در قلبمون رو باز بکنیم و بپذیریمش، دعوتش رو قبول بکنیم. برای اینکه این خدایی که ما میپرستیم خودش رو به هیچ کس تحمیل نمیکنه و میخواد که ما با روح و راستی، با جون و دل به طرفش بیایم. در صورت اجازه بدید این اعلامیه رو با هم بشنویم و بعد به تلفن ها جواب میدیم. عیسی مسیح فرمود: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. قابل توجه کلیه هموطنان مقیم اورنج کانتی، کلیسای ایرانیان جماعت محبت تنها کلیسای فارسی زبان شهر اورنج در اورنج کانتی واقع در جنوب کالیفرنیا در خدمت شماست. جلسات پرستشی عبادتی ما هر یک شنبه رأس ساعت 6 بعد از ظهر در محل کلیسای ایرانیان جماعت محبت واقع در شهر اورنج برقرار می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما با شماره تلفن 714-777-1212 در تماس باشید. عیسی مسیح فرمود: آن کسی که مردگان را زنده می کند و به ایشان زندگی می بخشد من هستم. خب دوستان عزیز، ممنونم از وقتی که تا حالا با ما گذاشتید. تلفنم الان جواب میدم، فقط از اتاق فرمان میخوام ببینم که بپرسم که تکرار برنامه رو چه ساعتی اعلام بکنم. 6:30 صبح شماها شاهدین. از ایشون پرسیدم، اسمشون رو فعلا محرمانه نگه میدارن تا ببینم ایشون به بعدشون عمل میکنه. 6:30 صبح به وقت لس آنجلس که میشه تقریبا الان 11:30 شب هست، تقریبا میشه 7 ساعت دیگه از الان. چشم، خطوط رو جواب میدیم. تلویزیون پارس، پیام آرامش بفرمید. خواهش میکنم. خواستم با کشیش حمید عزیز و برادر مارک صحبت کنم. بفهمید. خواهش میکنم، هر دومون صداتون رو میشنویم. صدای من داره میاد تلویزیون. یک دنیا ممنونم ازتون. شما محبت کنید صدای تلویزیونتون رو کم بکنید که اکو صداتون رو نشنوید. حتما این کار رو خواهم کرد. از خوشحالی نمیدونم چیکار کنم. خواهش میکنم. بفهمید. خواهش میکنم. الو جانم، بفرمایید عزیزم. صدای آقای حمیده؟ بله بله، بفرمایید. برادر حمید خوبم. جانم. برادر مارک نازنینم. من انیس هستم، مادر اسماعیل. اوه هللویا. خدا رو شکر. خداوند. ایشون مثل که شما میشناسید، مثل اینکه خدا. برادر ابراهیم، اسماعیل. بله عزیزم، بله عزیزم. حالتون خوبه؟ قربونتون برم. جلال به نام خداوند. به خانم عزیزت محوش خانم سلام برسونه. قول من محبت شما رو میرسونم. قربون و ایمان قشنگتون برم. جلال به نام خداوند. آروان عزیزم و سلام برسونید. حتما عزیز جان، مرسی عزیزم از تلفن. شکر برای وجودتون. شما هم عزیزان تک تک سلام برسونید. انقدر دعا میکردم که اولین تلفن من باشه. دعای شما رو هم خداوند جواب میده. خدا رو شکر. ایسا جان متشکرم. ایسا متشکرم برای این خوشحالی. ممنونم عزیز جان از تلفنتون. مرسی از بعد از برنامه بازم تماس بگیرید که بیشتر بتونیم با هم صحبت بکنیم. قربونتون برم الهی که جواب تلفنمون دادید. دیگه وقتتون رو نمیگیرم. فیض خداوند باتون بشه. خیر عزیزم. شبتون بخیر عزیز جان. خدا نگهدار. تشکرتون. امیدوارم که صدای منو ایران برادرامم بشنون. دارن میشنون عزیزم. خدا رو شکر.
میشنوم. احمد محمود برادرم. بله بله. قربون شما برم. خداوند همراهتون باشه. یک دنیا ممنون. در به نام خداوند. مرسی از تماستون عزیزم. شبتون بخیر. قربان شما. روی ماهتون میبوسم. دستتون میبوسم. خواهش ممنونم. قربونتون برم. خدا نگهدار. خداحافظ. الو. تلویزیون پارس پیام آرامش بفرمایید، خواهش میکنم. سلام، ببخشید من منتظر هستم که با کشیش حمید صحبت کنم. رو خط هستید، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام کشیش حمید، حال شما خوبه؟ مرسی عزیزم. من صحبت های این آقای عزیز رو گوش کردم و چون خیلی صادقانه و با محبت و حقیقت بودش، ولی در جوابشون من یک سوالی برام پیش اومده، یعنی یک بحثی رو میخوام مطرح کنم. میخواستم ببینم ایشون که در مکه مشرف شده بودن، تشریف داشتن، در مقام ابراهیم نماز خوندن، آیا اون موقعی که نماز میخوندن در رابطه با خداوند نمازش رو میخوندن، یعنی خدایی رو در نظر داشتن و با خدا صحبت میکردن و نمازش رو خوندن، و بعد به استناد یک شخص عام و نادانی که شاید همون ابلیس و شیطان بوده به ایشون میگه که نماز شما قبول نیست و اینا، چطور آدم به این صادقانگی، به این درستی همون لحظه حرف یک آدم عامو قبول میکنن و پشت به خداوند میکنن؟ من کار ندارم که تو مکه بودن، تو مسجد بودن، تو کلیسا بودن، کجا بودن، ولی به هر حال در یک مکانی رو به خداوند ایستاده بودن و داشتن با خداوند صحبت میکردن. آیا حضور یک کسی که رد میشه و یک پیغام نادرست رو به ایشون میده، حالا به هر صورتی باشه، آیا الانم که مسیحی هستن اگر یک نفر رد بشه و یک پیغام نادرست به ایشون بده، ایشون فوراً پشت به خداوند میکنن؟ اون خدایی که اونجا حضور داشته و ایشون با اون صحبت میکردن، همون خدای خدای پدری است که شما قبول دارید. فقط اعتقادتون اینه که این خدای پدر به صورتی، به شکلی خودشو به شما نشون داده که چی؟ که شما اون خدای پدر رو بشناسید. اگر فرزندشو، خون فرزندشو داده، برای چی؟ برای که شما اون خدای پدر رو بشناسید و با اون خدای پدر صحبت کنید. اجازه بدید من یه سوالی. خدای پدر خالقه و خالق تمام موجودات. اجازه بدید عزیزم، من تلفنتون رو قطع نکردم، گوش بده خواهر. من صحبتی نمی‌کنم که شما. اوکی، خواهش می‌کنم گوش بدید. خواهش می‌کنم گوش بدید. گفتم قطع نمی‌کنم صداتونو. گوشی خدمتتون باشه. صحبتم تموم نشد. به اندازه کافی فکر می‌کنم وقت دادم. اول برنامه من خواهش کردم که اگر من گفتم من تلفن‌ها رو باز می‌کنم و نمی‌خوام که صحبت رو به مذاهب بکشونید. این دوست عزیز ما اینجا هستن که بگن در زندگیشون چه اتفاقی افتاد، دردی داشتن، با بیماری مواجه شدن در زندگیشون که هیچ علاجی نداشت، به مکه هم رفتن و اون حاجی برگشت بهش گفت چون نمازتو درست تلفظ نکردی برو زنتو طلاق بده. به گفته شما که من با شما موافق بودم، اون حاجی نفهم بوده. من با شما موافقم، ولی عزیزم خدا صحبت میکرده. بله من با شما موافقم. و الان جوابتون رو میدم. مرسی از تلفنتون، من باید قطع کنم بقیه رو جواب بدم، ولی بقیه جوابتون هم میدم. از ایشون هم خواهش میکنم اگر نظری دارن بدن. دوست عزیزم من، ما کاری به اون حاج آقا نداریم. امثال اون حاج آقاها خیلی زیادن، من تجربه شخصی دارم و ملت ما خمینی رو تجربه کردن که گفت در رسالش بعد از معاشقه با الاغ چجوری طهارت بگیرن که پاک بشن. ننوشته که گناه این کار رو نکنین، نوشته چجوری طهارت بگیرن. امثال این ملاها زیادن و ما نمیخوایم بحث رو به اونجا بکشونیم. و من بارها در این برنامه ها گفتم وقتی که ما میشینیم اینجا، دوستان ما میان، ایماندارای دیگه میان و شهادت زندگیشون رو میدن که چطور به عیسی مسیح ایمان آوردن، از اون جایی که عده زیادی از مردم گمان میکنن که با مذهب به دنیا اومدن و باید با همون مذهب بمیرن و بنابراین تا پای جون میخوان غیرت و تعصب نشون بدن و ازش دفاع بکنن، حالا میخواد بفهمن اون چی بهشون گفته، میخواد نفهمن. درست مثل اینه که در ایران به دنیا اومدیم و یک نفر راجع به ایران بد میگه، به همون بر میخوره،
همین غیرت رو راجع به مذهب نشون میدن، مذهبی که به گفته خیلی ها از خودشون نه نمازش رو میخونن، نه روزش رو میگیرن، نه قرآنش رو خوندن. حالا من این عرض رو کردم و به اون معنی نیستش که اون عزیزانی که صادقانه مذهبشون رو دوست دارن، اسلامشون رو دوست دارن، قرآنشون رو دوست دارن، نمازشون رو مرتب میخونن و غیره، اونا باید بیان برگردن و مسیحی بشن. به هیچ عنوان من این حرف رو نمیزنم. کلام خدا هنوز میگه، عیسی مسیح فرمود من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. اون کسی که میخواد بر طبق قوانین اسلامی زندگیش رو ادامه بده، خدا رو شکر ادامه بده، ولی فراموش نکنید که اگر تمام قوانین شریعت رو بر طبق کلام خداوند به طور کامل انجام ندن، گناهکار هستن و وارد پادشاهی خدا نمیشن. اون کسی که زنا میکنه، با اون کسی که دروغ میگه، با اون کسی که غیبت میکنه، با اون کسی که گناههای دیگه مرتکب میشه، همه گناهکارن. شما که به مذهب خود تعصب نشون میدی و از این دوست عزیزمون صادقانه که صادقانه اینجا نشستن و دارن برای میلیون ها نفر بیننده دیگه تعریف میکنن که در چه مرحله ای از زندگی بودن که 14 سال درد و عذاب کشیدن و چطور خداوند یک شبه ایشون رو شفا داد، ایراد میگیرید. عزیز من، شما خودتون کلاه خودتون رو قاضی بکنید. آیا شما میتونید ادعا بکنید که گناهانتون بخشیده شده، که گناهی در زندگیتون نیست چون تمام احکام شریعتتون رو اجرا میکنید؟ دوست عزیزی که نپرسیدم از کجا تلفن میکنید، آیا شما چادر رو سریتون و سرتون میکنید؟ آیا بر طبق قوانین مذهب خودتون اجازه نمیدید که مردها صدای شما رو بشنون؟ آیا مرتکب گناه‌های دیگه نمیشید؟ پس شما هم احکام شریعتتون رو اجرا نکردید یا نمیکنید. بنابراین وقتی که یک نفر رو خداوند اینجا گذاشته که امید و ایمان به زندگی ناامیدان بیاره و بگه که راه نجات هست، ازشون ایراد نگیرید صرفاً به خاطر اینکه محلی رو اسم بردن که شما عادت ندارید از دهن یک مسیحی بشنوید. ما قبل از اینکه مسیحی باشیم و قبل از اینکه مسلمان بودیم، ایرانی بودیم و به عنوان ایرانی حق داریم در مورد مسائل مملکتمون و همچنین ایمانمون صحبت بکنیم. شما چیزی میخواید برادر اضافه بکنید؟ پیش عزیز من فقط خدمت این عزیز عرض کنم که این شخص رو، خانم عزیز که شما تلفن کردید، من چون از بچگی با فقط این که مسلمون باشم دنبال نبودم، بلکه قرآن رو خوندم، بلکه در مسجد بزرگ شدم، بلکه به راحتی تا طرف گفت و نمیپذیرفتم، بلکه در حدیث هست. من خواهش میکنم شما خودتون مراجعه کنید و ببینید که این در حدیث ذکر شده و طبق حدیث که مورد قبول مسلمانان است این آیه رو به من گفتن. پس خواهش میکنم اونو توجه کنید. ولی بالاتر از همه، همونجوری که کشیش عزیز گفت، ما اصلا راجع به این نمیخوام قضاوت بکنیم. من دعای من اینه که خود روح القدس، روح خداوند بر شما مکشوف کند. آمین. که عیسی خداوند است. آمین. خیلی از عزیزان، استاد عزیزم، گه گاه در گذشته ایراد گرفتن صرفا به خاطر اینکه همین صحبت ها پیش اومده و من همیشه مخالف این مسئله بودم که چرا در مساجد، حتی در برنامه‌های تلویزیونی در ایران، در مجامع، این عزیزان برمیگردن و اون چه که تصور دارن، حالا میخواد غلط باشه، شنیدن، روایت چیزی هست، به زبون میارن به عنوان تعالیم درست و اون کسی که از این افراد میشنوه فکر میکنه واقعا بله، مسیحی‌ها نجسن چون مشرکن یا نمیدونم
این کافره چون مسلمان بوده رفته مسیحی شده خونش حلاله و از اینجور چرندیات و عادت ندارن که برعکس رو بشنون که یک مسیحی بیاد بگه هی کلاه خودت رو قاضی بکن، یه مقدار چشمای روحانی خودت رو باز بکن، برای اینکه عزیز من اینجا آمریکاست. هفته پیش ما اینجا برنامه داشتیم، خدا رو شکر برنامه خیلی خوبی هم بود. خانمی اومدن روی خط و گفتن آقا شما حق نداری اینجوری صحبت بکنی. چرا حق نداریم عزیزم؟ برای چی حق نداریم؟ این حق ماست، آزادی ماست که در مورد ایمانمون صحبت بکنیم. همونطور که شما عزیزم در مذهب خودتون اصلا مصلوب شدن عیسی مسیح رو انکار میکنید، پس ما بگیم شما حق نداری این حرفا رو بزنی، اون چه که شما ایمان داری و راجبش صحبت میکنی بین شما و خدای شماست. وظیفه ما و حق ما اینه که در مورد حقیقت که انجیل و کلام خداوند هست صحبت بکنیم. انتخابش با شماست، قضاوتش با خدا. به ما اشاره میکنن که خطوط رو جواب بدیم. خط یک از ایران، چشم. تلویزیون پارس پیام آرامش، بفرمایید. خواهش میکنم. الو، سلام علیکم. سلام عزیزم. خدمت شما آقای ما، سلام عرض می‌کنم. من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. سلام عزیزم. بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی از تلفنتون. از خدمت شما تو که من هم مسلمان هستم تماس گرفتم. بله. ما اینجا قرآن رو که مثلا تلاوت می‌کنیم، می‌خونیم، معنی فارسی داره. بله. ولی من تا حالا خودم انجیل رو نتونستم بخونم. نتونستم، گیر آوردم که بتونم بخونم. هست جان، بعدش هم نمی‌دونم که به معنی فارسی هم موجود هست یا نیست. بله. این سوال می‌خواستم از حضرت به معنی فارسیش. بله، چشم. ترجمه فارسیش جواب میدم براتون. سوال دیگه هم دارید عزیزم؟ بله. بفرمایید. می‌خواستم ببینم چجوری می‌تونم تهیه کنم من انجیل رو. تو ما مثلا قرآن که مثلا ما می‌خونیم، مثلا من قانع می‌کنه مثلا در حد خودم. تو ما دارم، چون بعضی اون هستی در کل جهان، نه در ایران فقط. مثلا من در ایران به دنیا اومدم، شیعه هستم. این یه نفر تو عربستان به دنیا اومده، سنی هستش. یه نفر تو آمریکا به دنیا اومده، مسیحی هستش. یعنی کسایی از اکثر کسایی که به دنیا اومدن، متولد شدن، کسایی هستن که به دین پدرانشون هستن تا به دین پیامبرانشون. اوکی، مرسی عزیزم. تحقیق نکردن در مورد دینشون. خدا رو شکر. مرسی عزیزم از تلفنتون، جوابتون رو میدم عزیزم. منم چجوری میتونم انجیل رو من پیدا کنم که بخونم ببینم تا چه حدی میتونه منو قانع بکنه؟ چشم، الان عرض میکنم خدمتتون. مرسی از تلفنتون. در مورد انجیل، اگر در ایران زندگی میکنید و در ایران میتونید از فروشگاه ها، نمیدونم اونجا کتابخونه ها، فروشگاه ها جایی هست که انجیل واقعی رو بفروشن یا نه. میدونم که دولت ایران کتاب هایی رو چاپ کرده به اسم انجیل برنابا که از اعماق جهنم سرچشمه گرفته و انجیل نیست. و اگر چیزی رو به دست شما دادن به اسم انجیل، من توصیه میکنم که به کلیسا ببرید که حتما به تایید کلیسا برسه. اگر کلیسای ایران تایید کرد که بله این انجیل واقعیه، میتونید اون رو با خیال راحت مطالعه بکنید. کتابی که به اسم برنابا روش نوشتن، انجیل برنابا، در ایران انتشار دادن به تعداد خیلی زیاد. جانم؟ تو سایتمون بله، میتونید به وبسایت من تشریف ببرید. مرسی از یاداوریتون. پیام آرامش.com میتونید تشریف ببرید و انجیل به طور کامل به زبان فارسی ساده در سایتمون هست. و اگرم میخواید کتاب انجیل رو از خودش رو داشته باشید به جای اینکه روی کامپیوتر بخونید، یا شاید اگر کامپیوتر ندارید یا دسترسی به کامپیوتر ندارید، با من تماس بگیرید. تلفن‌های من رو روی صفحه خواهند گذاشت. تماس بگیرید با تلفن شخصی من و ما انجیل رو براتون پست میکنیم. حتی در ایران به دستتون خواهد رسید. و در مورد سوال دیگه‌ای که داشتید، شما که قرآن رو به زبان فارسی خوندید، خدا رو شکر که بالاخره ترجمه فارسیش هم شروع شده. چون در سابق میگفتن که به این علت ترجمه نمیکنن که نمیخوان کلمه ایش عوض بشه، ولی خدا رو شکر بالاخره تصمیم گرفتن این کار رو بکنن. اون دیگه به خودشون مربوطه، ولی انجیل ترجمه فارسی داره.
چند ترجمه مختلف هم هست و ما سعی میکنیم اون که به نظرمون میاد از همه راحت تر باشه خوندنش براتون بفرستیم که شما عزیزان بتونید برای خودتون مطالعه بکنید و تصمیم بگیرید. خطوط بعد مارک همه روشن، شما یکی رو انتخاب بکنید ببینیم. خواهش میکنم. تلویزیون پارس پیام آرامش بفرمایید. خواهش میکنم. سلام عرض کردم. سلام عزیزم. برادر حمید ملیحه هستم، از کانادا زنگ میزنم. به 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 ملیحه خانم گل، مدت ها از شما بی خبر بودیم. عزیزم شما لطف کنید بعد از برنامه با من تماس بگیرید، من آدرس شما رو حتما باهاتون تماس میگیرم برادر. با همین شماره تماس بگیرم؟ نه، این شماره استودیوه، شماره تلفن من هست، کد 949-70-70-200 949-70-70-200 بله. من بعد خطوط رو الان فکرم شماره کردیت کارت میخواستم بدم خدمتون. اجازه بدید که من اتاق فرمان خواهش میکنم خط 3 رو لطف کنید بردارید که این دوست عزیزمون میخوان کمک بکنن به برنامه ما. یکی دو ماه پیش هم من 100 دلار باز دادم خدمتتون برای برنامه خودتون. خدا رو شکر. به کدوم آدرس فرستادید؟ به همین تلویزیون پارس. خدا رو شکر. خود شما صحبت کردم. خدا رو شکر. مرسی عزیز جان. براتون برم. خواهش میکنم. بعد از برنامه تماس بگیر با هم صحبت بکنیم. حتما. به خانم از قول من خیلی خیلی سلام برسن. التماس دعا دارم. چشم، تلفن کنه، دعا میکنیم. حتما. ببینیم به یاری خداوند. خواهش میکنم. مرسی از طرف دنیا. تشکر به این برادرم، خیلی خیلی تبریک میگم. منم از همرزمان ایشون هستم. سلام به نام خداوند. که عیسی مسیح همه نمیدونم کافران رو به دلشون به قلبشون راه پیدا بکنه. آمین. به امید حق، به امید خودش. آمین. امید خداوند. آمین. همونطور که من معجزه گرفتم. آمین. یادم میاد معجزه مشکل پسرتون، یادم میاد عزیزم. فرهاد. بله بله. یاری خداوند یک روز با شما هم مصاحبه ای داشته باشیم. مرسی از تلفنتون عزیز جان، با هم صحبت میکنم. ممنونم. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. عزیزان از به تلفن ها کمک بکنین که اونایی که راه دور هستن زیاد منتظر نباشن، ممنون میشم. تلویزیون پارس پیام آرامش بفرمایید. خواهش میکنم. سلام، شبتون بخیر. شب شما بخیر عزیزم. خسته نباشین برادرم. مرسی عزیز جان. اول از هر چیز خیلی خوشحالم برای این برادر. خوشحالم که اولین که ایمان آوردن به عیسی مسیح و سلامتی دارن. الان دارم میبینم اینجوری سلامت و خوشحال. خدا رو شکر میکنم، خدا برکتتون بده. بدون باتری هم راه میرن. خواهش میکنم این دعا هم برای من و خانوادم بکنین، این دعا رو. و خواهش میکنم کشش هم استاری. این تلفن ها که اینجوری میشه، میگن که مثلا چرا شما نباید اینجوری حرف بزنین یا چی، یا کمکی مثلا یکی دلش میخواد کمک کنه. شما که نمیگین، هر کی دلش میخواد یه چیزی کمک میکنه. بله. و شما که مجبور نمیکنیم بیان به طرف عیسی مسیح. بله. چیز فروشی هم که نیست، چیز اینجا که نمیفروشیم، با پول که نمیفروشیم عیسی مسیح رو. این ملت باید بفهمن، این مردم، ایرانی، مسیحی، مسلمون، کلمی، بهایی، هر کی به دین خودش دوست دارن بیان به راه عیسی مسیح. آمد. ایمان داشته باشن، ایمان بیارن، هر کی نه خوش اومده. بله، آفرین. درسته؟ بله، کاملا درست. پول که نیست، نمیام درا رو بزنین، در به در بزنین بگین نه، باید بیای تو مسیح بشی. خرخره. بله. مردمو که نگرفتین شما. بله، این مردم چقدر اینقدر کوتاه فکرن. بله. چقدر حسودن، چقدر دروغگوان. بعضیا عادت ندارن، ایمان نمیارن. به هر چی که خودتون ایمان دارین به همون ایمان داشته باشین، پاک باشین. بله. با صداقت باشین. بله. دروغ نگین، حسود نباشین. بله، کاملا درسته. درست میگم. بله، مرسی از کششمی. بله، مرسی از تمام. از کجا تلفن میکنید شما عزیزم؟ لس آنجلس. از لس آنجلس. خواهش میکنم برای من و خانوادم دعا کنید. من مسیحم، خیلی هم خیلی خیلی با ایمانم. خدا رو شکر. امکان داره براتون بعد از برنامه به شماره که روی صفحه هست اتاق فرما، خواهش میکنم شماره های منو لطف کنید روی صفحه بگذارید برای عزیزان. شماره های من رو روی صفحه بگذارید لطفاً، چون الان به اندازه کافی خطوط روشن هست که تا وقتی که شماره های شخصی من روی صفحه هست ما بتونیم به این خطوط هم جواب بدیم. ولی شما اگر با شماره هایی که روی تلویزیون میبینید تماس بگیرید، اگر تقاضای دعا دارید، بهترین راهش اینه که یا فکس بکنید به من
یا ایمیل بکنید. یعنی الان که با تلفن میگیم دانه میکنیم برای ما؟ همین الان روی خط، چون به من الان گفتن 3 دقیقه بیشتر به پایان برنامه وقت نمونده و خطوط همه روشنه، باید جواب بدیم. شما لطف کنید بعد از برنامه با یکی از این خطوط تماس بگیرید و اگر من روی خط بودم مستقیما نتونستم جواب بدم، پیغام بگذارید، من باهاتون تماس میگیرم حتما و مسلما با هم دعا میکنیم. همین که با هم حرف زدیم و اسم عیسی مسیح رو آوردیم با هم دیگه، این شد دعا برای همه. آمین. شد من. مرسی از اینکه از تلفنتون. شبتون بخیر. خدا امرات. مرسی عزیزم. وقتمون کمه، بعد تلفن‌ها رو مثل برق به قول معروف جواب بدیم که عزیزانی که مدت هاست روی خطن پیششون شرمنده نشیم. ولی یک بار دیگه در مورد دعا، اون عزیزانی که احتیاج به دعا دارید، ازتون خواهش میکنم که به وسیله فکس یا ایمیل برای ما بفرستید. آدرس ایمیل من خیلی سرراست هست، hamid@payamaramish.com یا kashishhamid@yahoo.com. هر کدوم بفرستید به دست هم میرسه. شماره فکس هم کد 949-70-70-210 949-70-70-210 میتونید فکس بکنید یا شماره تلفن های من زیر صفحه هست. اگر به وسیله فکس یا ایمیل بفرستید، خوبیش اینه که وقتی که من تو ماشین هستم به تلفن جواب میدم و نمیتونم یادداشت بکنم، یادم نمیره. فکس و ایمیل ما پرینت میکنیم، میبریم جلسه دعا و اونقدر رو اینا دعا میکنیم، دست میذاریم دعا میکنیم تا جواب بگیریم. در صورت اگر اجازه بدید خط دیگر رو، وقت داریم؟ چقدر وقت داریم مطابق فرمان؟ اوکی، زمین خط 4 خیلی وقت، خط 3 یا 4. الو جانم بفرمایید. عزیزم پیام آرامش تماس گرفتید. حمید خان جانم عزیزم سلام عرض کردم. قربان، خسته نباشه ان شاء الله. مرسی عزیز جان، از کجا تلفن میکنید؟ من از فرمازده زنگ میزنم عزیزم. سیاوش هستم، دوباره با یه مسلمان طرف شدیم. هیچ مسئله این اسم داره شده میگم در رابطه با صحبت هایی که فرمودین و خانمی که چیز کردم، من خیلی خلاصه عرض میکنم خدمتتون که فقط خواهش میکنم خلاصه تون همه میتونن همونطوری که دلشون میخواد راجع به مذهب صحبت بکنم، راجع به خدا صحبت بکنم، راجع به پیغمبر صحبت بکنم، ولی خب وقتی صحبت بین دو تا مذهب پیش میاد، یه مقدار اونجا لفظی بین من و شما و امثال هم که مذاهب مختلف داریم، یه مقدار اونجا چیز پیش میاد که چرا میخوای منو به اصطلاح خراب بکنی و خودت رو به اصطلاح تبرئه بکنی. حاج آقا محمد خان که الان شدن آقای مایک، در داستانی که تعریف کردن، اولا سن 26 سالگی خیلی زود بوده رفتن مکه، برای که چه میگن در اون سن 26 سالگی خیلی کمه که آدم بتونه برسه اون مرحله که برسه به حج بره. و شاید زود رفتن مکه و سر یه نفری هم خب از خدا بی خبر اومده اونجا و سر ایشون کلا گذاشته. دوست عزیز، اسم شما رو من نپرسیدم، صداتونم قطع نکردم، ولی ما راجع به اون مسئله صحبت کردیم و الان دیگه نمیخوام برگردیم روی اون مسئله و صحبت رو به اونجا بکشونیم، بنابراین مجبورم که این صدا رو قطع بکنم. برای اینکه راجع به این مسئله صحبت کردیم، به ما میگن وقت تموم، خطوطم همه روشنه و چیزی که راجع به شاردی صحبت شده صلاح نمیبینم که تکرار بکنیم. مرسی از تلفنتون. یکو جواب بدیم و بعد خداحافظی بکنیم. تلویزیون پارس پیام آرامش تماس گرفتید، بفرمایید. خواهش میکنم. الو بفهمی، خواهش میکنم. سلام برادر حمید. سلام عزیزم، از خیلی ممنون از برنامه خوبتون، از اینکه آگاهی میدین مردم رو با شناخت به خداوند. خواهش میکنم، از کجا تلفن میکنید عزیزم؟ ممنون، من از فرزنو زنگ میزنم. فرزنو بفهمید. خواهش میکنم، من به عنوان یک محقق خداشناسی هستم در واقع و خدا رو تا یه حدی میشناسم ان شاء الله، امیدوارم، و دارم تحقیق میکنم و تو کلیسا هم حضور دارم، خیلی هم مشتاق شدم، همه اینا هستش، ولی چند تا سوال برای من باقی مونده. بله. خصوص در مورد مسئله شفا، که عیسی مسیح شفا دهنده هستن. من میبینم که در ادیان دیگه به خصوص در اسلام در جایی هستش به اسم حرم امام رضا، مردم اونجا ثانیه‌ای شاید میلیون ها نفر ثانیه وارد میشن و خارج میشن و تعداد کسایی که شفا پیدا میکنن بیش از واقعا شاید روزی 1000 نفر باشه و اینا البته در اون مکان رو به خدا و از خداونده که
شفا میخوان. میخوام ببینم نظر شما راجع به اون شفایی که در اونجا گرفته میشه و مردمی که با خداوند تماس میگیرن، ارتباط برقرار میکنن و خواستشون هبر اون شفا و شفا میگیرن، واقعا نظرتون راجع به اون چیه؟ مرسی عزیزم، چشم. ممنونتون میشم محبت. چشم عزیزم. من حضورتون عرض بکنم که اگر نظر منو راجع به امام رضا، قرآن و اسلام میخواهید بدونید، عرض کردم خدمتون تماس بگیرید با محافلی که راجع به اسلام تعلیم میدن. حالا شما به اسم محقق، یه نفر دیگه به اسم مسلمون متعصب، یه نفر دیگه به اسم حقجو، هر کسی به یه اسم میاد روی خط و میخواد بحث و باز برگردونه به اسلام و مقایسه اسلام با مسیحیت، در این که خداوند خدای شفا دهنده است، من هیچ شکی ندارم و انجیل کلام خداوند عیسی مسیح در انجیل گفته من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. همچنین عیسی مسیح فرمود اگر به من ایمان داشته باشید حتی کارهای بزرگتر از من میتونید انجام بدید. شیطان هیچ چیزی رو به شما مجانی نمیده. ممکنه بیاد در یک رابطه زناکاری بین زن شوهردار و مرد زندار یک لذت 10 دقیقه‌ای، نیم ساعته، 5 دقیقه‌ای، 1 ساعته، هر چقدر که دووم بیارن بهشون بده، ولی از اون طرف انهدام به زندگیشون میاره. جادوگرایی هستن در همین لاس وگاس خودمون که نگاه میکنن به قاشق و از وسط همینطوری که داره نگاه میکنه خم میشه و هزار جور جادو جنبل دیگه انجام میدن. ما اینجا نیستیم که راجع به ادیان دیگه یا جادو جنبل یا کسانی که مثل شما چی فرمودن محقق صحبت بکنیم. ما اینجا هستیم در مورد انجیل صحبت بکنیم. خدا رو شکر اون کسانی که رفتن و جواب دعاشون رو گرفتن حتما خوشحال هستن بمونن، تمرین بکنن و به هر دین و مذهبی که بودن و راضی هستن بمونن. ما با اونا هیچ کاری نداریم. ما با اونای کار داریم مثل این دوستمون محمد یا مارک که 12 سال یا درست من 14 سال اصلا با خدا رابطه ای نداشتن و فکر میکردن که ای بابا اینا همش چرنده و وقتی که راجع به عیسی مسیح شنیدن گفتن ها ما بهتر از تو رو داشتیم، نتیجهش اونجوری شد. ولی خود زی خودش رو عوض کرد، روحش رو عوض کرد که الان اومده اینجا جلوی این دوربین نشسته که بتونه به شما عزیزان بگه چطور زندگیش عوض شد. آیا اون عزیزانی که رفتن و جاهای دیگه شفا گرفتن آیا روحشون هم عوض شد؟ آیا احساس نجات میکنن؟ بخشش خداوند رو احساس میکنن؟ آرامش خداوند رو در زندگیشون دارن؟ اگر دارن ادامه بدن، خدا رو شکر. اگر نه، عیسی مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. همچنین عیسی مسیح گفت ای تمامی زحمت کشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. وقت برنامه‌مون تمومه ولی ما همچنان به تلفن‌ها جواب خواهیم داد. از تماس‌های شما متشکریم، از توجهی که به این برنامه کردید صمیمانه سپاسگزاریم. از دوست عزیزم مارک متشکرم که دعوت منو پذیرفتید، تشریف آوردید به این برنامه. فردایشون در کلیسای جماعت محبت در شهر اورنج تشریف دارن که اگر خواستید با خودشون صحبت بکنید تشریف بیارید اونجا، در خدمت خواهیم بود. با تلفن‌های ما تماس بگیرید یا با خود کلیسا کد 714-777-1212 تشریف بیارید اونجا، دوره هم خداوند رو با هم ستایش بکنیم. از توجه شما صمیمانه سپاسگزاریم و شما عزیزان رو تا هفته آینده به خداوند بزرگ می‌سپاریم.
خدا نگهدار. روحم از تو پرگشته، توی حکمت دهنده، توی برکت دهنده، یارب یارب مسیح مسیح، یارب یارب مسیح مسیح، سلام.